بسم الله الرحمن الرحیم شاگردای عزیز و گرامی سلام خوب هستین به خیر هستین جور و سعادمند باشین شاگردای عزیز به مضمون ریاضی خوش آمدید ما و شما مضمون ریاضی سنف هفتم با هم دیگه میخونیم درست است و فصل چندم بودیم فصل چهارم اعداد نسبتی درست است درس چندم شماست امروز درس چهارم میخوانیم پس درس چهارم از فصل چهارم. قبلی که بریم درس شروع کنیم شما قرار بود که کارخانگی درس های گذشته را با ما روان کنید. از چه طریق از طریق واتساپ نمبرش هم چند است؟ دو سفر ۶4، و شست و درست است. خب عزیز هدف درس چهارم ما و شما چی است یک هدف ما و شما امروز دنبال میکنیم و او چی است خاصیت توزیعی در اعداد نسبتی خب خاصیت توزیع چی است ما سر تخته میریم و برای تشریح میکنیم که خاصیت توزیع چه رقم است فقط فکرتان باشد شاگردای عزیز که ما دو دو بار تشریح میکنیم که خاصیت توزیع ضرب بالای جمع چه شکل است و خاصیت توزیع تقسیم بالای جمع چه رقم میشه آیا اصلا وجود دارد یا وجود ندارد پس میریم سر تخته و خاصیت توزیع رو بر شما تشریح میکنیم که چه رقم میشه خب شاگرده عزیز و گرامی خاصیت توزیعی ضرب بالای جمع ما و شما میخوایم بررسی کنیم البته در درس گذشته ما و شما چی درس های گذشته ما و شما دو خاصیت بررسی کردیم درست است خاصیت اتحادی و خاصیت تبدیلی دیدیم که خاصیت تبدیلی و خاصیت اتحادی اردوش بالای عملی جمع و عملی زر برقرار بود اما بالای عملی تفریق و تقسیم برقرار نمی باشد درست است؟ پس حالی میریم خاصیت توزیعی در خاصیت توضیعی فکرستان باشد دا. خاصیت توزیع ضرب بالای جمع عملی زر بالای جمع چک میکنیم و عملی تقسیم بالای جمع چک میکنیم که ببینیم کدامش برقرار است و کدامش برقرار نیست پس من نوشتم میکنم خاصیت توزیعی توضیعی ضرب بالای جمع در عداد نسبتی خب به عنوان مثال دقت کنید ما شما داریم یک بر دو ضرب داره سیس داخل قوس نشان می کنیم یک بر سه جمع دوی بر به عنوان مثال پنج سیس این را ما میخوایم حاصل از این افاده رو دریافت کنیم یک بر دو زب در داخل قوس یک بر سه جمع دوی بر پنج یعنی ما و شما به این شکل است اگر اگر حالت عادی حال کنیم چرا رقم میشه شاگرد ما باید اول داخل قوس انجام بدیم دیگه نه اگر یادتون باشه گفتیم دیگه قوس اولویت چی است بالاتر است پس یک بر سه جمع یک بر دو باید جمع دوی بر پنج باید انجام بدیم جوابش بکشیم جوابش کشیدیم باز یک بر دو در جواب ضرب کنیم پس ما این انجام بدیم ببینیم جواب چند این از حالت عادی انجام میتونیم چند بشه پس من یک برده رو کار ندارم خودش نوشتن میکنم پس یک بردو رو خودش نوشتن میکنم یک بردو داخل قوس یک نکته بسیار مهم شاگردای عزیز دقت کنید علامه ضرب ما چه نمونه اما علامه ضرب است سه میتونیم نوشتن نکنیم یک بر دو قوس که نوشتن میکنیم یعنی اینجا هیچ چیز نوشتن نمیکنه این علامه چی است علامه ضرب است پس فکرتان باشد اگر علامه ضرب نوشته کنیم مشکل نداره پشت قوس سه است پس یک بر دو آل یک بر سه جمع دوی بر پنج یه هر دو مخرجاش مساوی است میگیم نه خیر باید مخرج مشترک بگیریم آفرین پس ما و شما ضرب در چند میکنیم این ضرب در پنج میسازیم صورتشم هم ضرب پنج سه است چون سه پنج پانزه یعنی پنج باز ضرب در مخرج این میکنیم یا تا پس این پنج ضرب سه میسازیم و صورتشم هم ضرب سه پس به چه شک میشه شک میشه سه پنج پانزه یک پنج پنج سه است جمع در اینجا پنج سه چی میشه؟ پانزه میشه و دو سه شش آفرین خب مساوی سه با آلی یک بر دو خودش نوشته میکنیم یک بر دو قوس باز میکنیم یعنی ضرب علامه بینش چی نیست علامه ضرب سیر که گفته آلی یک تا از مخرجای مساوی پانزه رو نوشته میکنیم سهیست و پنج مثبت با شش مثبت هم علامه هستند پس باید چی شوه؟ جمع شوه میشه یازده مثبت پس مثبت یازده میشه صحیح پس شد یک برده ضرب در یازده بر پانزه خالی ضرب میکنیم ضرب کسرها رو خواهی نظر به عداد چی؟ عداده نسبتی رو است دیگه نه؟ صورت در صورت مخرج در مخرج ضرب میکردیم نه پس جوابش من داخل در, در اینجا نوشتم میکنم مساوی است با یک ضرب در یازده میشه یازده دو ضرب در پانزه میشه سی پس میشه یازده بر سی پس جواب ما و شما چند شد؟ یازده بر سی یک بار دیگه تشریح میکنم دقت کنید پس ما چی کردم سوال به این شکل است یک بر دو ضرب داره داخل قوس عالی یک بر سه جمع دوی بر پنج عالی ما و شما در حالت عادی باید دا اول قوس انجام بدیم چون میفهمیم که اولویت قوس از ضرب بالاتر است یعنی اول باید شما قوس انجام بدیم صحیح است خب عالی داخل قوس انجام بده داخل جمع است باید چه کنیم در جمع اعداد نسبتی اگه باشد گفتیم که چی است گفتیم که باید مخرج مساوی باشد اگر مخرج مساوی نبود باید مخرج مشترک بگیرید مخرجش مساوی کنید چه رقم گفتیم وقتی که ما نتانستیم ا یکی از مخرج و به او دیگر تبدیل کنیم پس مخرج از او را ده ای ضرب می‌کنیم. مخرج از ایرا در ضرب می و وقتی که شما انی پنج د ای سه ضرب میکنید در صورت شام باید پنجه ضرب کنید و ای پنج ضبدر سه میکنید سیست باید صورتشان ضب داره سه بسازید ا فکرتون باشد پس ضرب کردیم شد چی 15 بر 5 و 6 بر 15 15 بر 5 پان... بر 15 و 6 بر 15 خب یک بردم که در پوش سر خودش نوشته کرده بودیم آل یردو یک تا از مخرج های 15 مساوی رو نوشته میکنیم صورت ها با توجه به علامشان جمع یا کم میشه که میبینیم 5 مثبت شش مثبت پس هم علامه هستن جمع میشه میشه 11 مثبت آل یک برده ضرب بر در 11 بر 15 ضرب کسرا و چه شکلی ضرب اعداد نسبتی صورت در صورت مخرج در مخرج 11 11 دو 15 سی. پس میشه 11 بر سی. خب پس حالت عادی بود ما و شما جوابش دریافت کردیم شد 11 بر C اما ما میایم چی میکنیم میره را؟, را از طریق خاصیت توزیع ضرب بالای جمع کار میکنیم ببینیم آیا جوابش همون میشه یا نمیشه خب این خاصیت توزیع ضرب بالای جمع چی میگه میگه اگر ما و شما دو عدد داشته باشیم به شکل که جمع شده باشد و پشت از او پشت داخل قوس باشد پشت از یک عدد ضرب شده باشد ما به جایی که بیایم ایره این اردو رو با هم جمع کنیم جوابش در عدد اولی ضرب کنیم ما میتونیم یعنی یک بر دو ضرب در یک بر سیه کنیم ضرب در فکرتان باشد یک بر دو ضرب در یک بر کنیم یک بر دو ضرب در دوی بر پنج در دویش ضرب کنیم جدا جدا و بعد جواب را با هم دیگه جمع بسازیم سعیست؟ پس به شک میگیم به شک دقت کنید پس من میایم یک بر دو را ضرب در یک بر سیه میکنم یک بر در ای یک بار ضرب میکنم با دو دیگه مشخص کن یعنی یک بر یک بار در یک ضرب میکنم یک بارم در یک ضرب میسازم صحیح پس چی میشه؟ یک بر دو در یک بر سه بعد یک بر دو را زب دوی بر پنج بسازیم و جوابای ها را باز با هم دیگه چی کنیم؟ جمع بسازیم به این میگن خاصیت توضیعی ضرب بالای جمع سعیست؟ پس اگر ما و شما جمع دو عدد داشته باشیم یک عدد در او چی کنیم؟ ضرب کنیم میتونیم عدد اول هم در اول ضرب کنیم هم در دوم ضرب کنیم بعد حاصلای از جواب از را با هم دیگه چی کنیم؟ جمع بسازیم صحیح باید به میگن خاصیت توزیع ضرب بالای جمع خب بریم چک کنیم آیا جوابش هم 11 میشه یا نمیشه چک میکنیم خب یک ضرب در, در یک برسه صورت در صورت مخرج در مخرج یک 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 دو سه شش صحیح پس مساوی است با یک ضرب در یک یک میشه دو ضرب در سه شش الان بینش گفتیم جمع است جمع خب رو ضرب کنید یک دو دو البته قبلش میتونیم اختصار کنیم صحیح گفتیم اینی دو را دو میتونیم اختصار کنیم یک میشه هم یک میشه. صحیح خب حالی ضرب میکنیم چی میشه یک ضرب در یک میشه یک و یک ضرب در پنج هم میشه پنج پس یک بر شش جمع یک بر پنج یار دو حاصلش دریافت میکنیم آیا ببینیم یازده بر سی میشه یا نمیشه خب چی رقم دریافت میکنیم گفتیم به حال چی است جمع است علامه به این جمع باشد باید مخرج ها مساوی باشد آفرین خب اگر مخرج مساوی نباشد باید مخرجها ها را ما و شما خود ما چی کنیم مساوی بسازیم پس این زب در چند میکنیم؟ این زب در پنج میسازیم صورت زب در پنج و این زب در شش صورت زب در شش پس چی میشه؟ پس جوش اینجا نوشتن میکنم مساوی است با خط کسری شش زب در پنج ما و شما میشه سی سه است. یک زب در پنج میشه پنج جمع خب پنج زب در شش ما و شما میشه چند؟ میشه سی آفرین و یک زب در شش میشه شش عالی. مخرج ما شما چند شد؟ سی شد یک تا از مخرج مسایی رو نویش نمی پنج مثبت با شش مثبت هم هستند پس باید با هم دیگه چی شود؟ جمع شد آفرین پس چند نشه نشه یازده مثبت پس چند شد جواب ما و شما در اینجا؟ شد یازده بر سی دو سوال دو حالت اولم کار کردیم یازده بر سی پس دیدیم جواب با هم دیگه چیست؟ مساوی مساویسته پس میگیم خاصیت توزیعی ضرب بالای جمع برقرار است سیست؟ فهمید چی رقم شد پس خاصیت توضیح ضرب بالای جمع معنی معنای است که اگر ما و شما دو عدد چی کنیم جمع کرده باشیم به عنوان داخل قوس باشه و بخوایم ما یک عدد در یا ضرب کنیم ما میتونیم که حالت عادی این هر رو جمع کنیم جوابش بکشیم و در در آخر بازی عدد در رو جواب ضرب کنیم یا میتونیم یعنی عدد هم در عدد اول ضرب کنیم هم در عدد دوم ضرب کنیم و بین چی مانیم علامه جمع بانیم صحیح پس دیدیم که جوابش یکی میشه پس میگیم به میگن خاصیت توضیح زر بالای جمع ما از یه چی نتیجه میگیریم مده بالا نوشته میکنم که یک بر دو زب داره یک بر سه جمع دوی بر پنج است با پس یک بر دو هم در یک بر سه زب بشه پس یک بر دو زب داره یک بر سه سیست داخل قوس جمع یک بر دو در دوی بر پنج هم ضرب میشه پس یک بر دو زب داره دو بر پنج سیست پس یه هر دو جوابش دیدیم که با هم دیگه چی میشه؟ مساوی میشه پس خاصیت توضیح زر بالای جمع با این سه عدد ما و شما چک کردیم؟ چک کردیم و دیدیم که برقرار است پس شاگرده عزیز دقت کنید سوال کارخانگی به این شکل است و ما و شما این... ست تا کسر با ما شما متر ست نسبتی متر و میگه که شما خاصیت توضیح ضرب بالای جمع چک کنید یا بررسی کنید یک بار ما میایم چی میکنیم به حالت عادی جوابش دریافت میکنیم یک بار از خاصیت توزیع جواب دریافت میکنیم بعد میبینیم که با هم دیگه چون مساوی است مساوی میشه پس به این شکل نوشته میکنیم که یک بر دو ضرب در یک بر سه جمع دو بر پنج مساوی است با یک بر دو ضرب در یک بر سه یک بر دو ضرب در دو بر پنج و بین شامل چی میمانیم جمع میمانیم شاگردای عزیز یک نکته بسیار مهم اگر به جای علامه جمع منفی باشد در اینجا باید چی بانی؟ منفی بانی یعنی خاصیت توضیح ضرب بالای علامه منفی هم درست است فکرتان باشد است؟ پس خاصیت توضیح ضرب بالای جمع و منفی برقرار است خب شاگرد عزیز من تختر پاک میکنم خاصیت توضیح تقسیم بالای جمع هم چک میکنم ببینیم آیا خاصیت توضیح تقسیم بالای جمع هم برقرار است یا نه؟ سیست؟ شد خب شاگرده عزیز خاصیت توضیح تقسیم بالای جمع هم چک کنیم ببینیم برقرار است یا یعنی؟ نه پس نوشتن میکنم خاصیت با با, 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 با با, مثال کار میکنم که بفهمیم یک مثال کار میکنم با مثال اما یکی بر دو یک بر دو تقسیم در خب عالی قوس باز میکنم صحیح پس چی میشه یک بر سه با عنوان مثال جمع دو بر پنج اما مثال قبلی که کار کردیم دیدیم که خاصیت اینجا ضرب باشد خاصه توضیح برقرار بود یعنی یکی بر دو رو ضرب در یک بر سه می‌کردیم یکی بر, بر دو ضرب در دو بر پنج میکردیم جواب‌هاش رو با هم دیگه جمع میکردیم. اما حال چی خاصیت تقسیم توزیع تقسیم بالای جمع چک می‌کنیم این برقرار است یعنی یک بار یه رو مچی می‌کنم یک بار من حالت عادی دریافت می‌کنم جوابش اول داخل قوس جوابش دریافت می‌کنم و بعد یکی بردار تقسیم بر جواب میکنیم پس من یکی بردار کار ندارم خودش نوشته میکنم. پس این مساوی است با یکی بردار دو که کار نداره خودش نوشته میکنیم. تقسیم بر قوس باز میکنیم. یک بر سه جمع دوی بر پنج مخرج هم مساوی است نه خیر پس این با در چند شوه این ضرب پنج و این داره پنج ده اینجا زب در سه زب در سه خب چی میشه پس به این شکل میشه یک ضرب در پنج ما و شما میشه پنج سه زب در پنج پانزده آفرین جمع خب پنج زب در سه پانزده دو زب در سه شش پس مخرج ما و شما پانزده است و صورت ما و شما شش خب یک بر دو رو کار نداریم خودش نوشته میکنیم یک بر دو تقسیم بر داخل قوس یک تا از مخرج های پانزه های مخرج مساوی شده یک تا از پانزه رو نوشته میکنیم پس خط کسری مخرج ما شما پانزه است و پنج مثبت با شش مثبت هم علامه است با هم جمع میشه میشه چند یازده مثبت میشه پس میشه مثبت یازده یازده بر پانزه سیست خب آلی یک بر تقسیم بر 11 بر 15 باید بسازیم خب تقسیم اگه بسازیم چی رقم بود تقسیم رو یاد تا نست گفتم دیگه تقسیم باید تبدیل به با ضرب کنیم آفرین پس یه ادامهش من اینجا نمیشن میکنم مساوی سبا پس یک بر خودش تقسیم تبدیل به ضرب عدد دوم چی میشه معکوس میشه یا سرچپه میشه جای صورت و مخرج تبدیل میشه پس میشه 15 بر 11 15 بر 11 خب حال میتونیم چی کنیم؟ ضرب کنیم. صورت در صورت، مخرج در مخرج. پس به شک میشه. یک ضرب در 15 میشه 15 و دو ضرب در 11 میشه 22. پس جواب ما و شما چند شد؟ شد 15 بر 22. پس حالت عادی را کار کردیم و دیدیم چند شد؟ 15 بر 22. حالا بریم از خاصیت توزیع چک کنیم که آیا جوابش هم 15 بر 22 میشه یا نمیشه. پس ما از خاصیت توزیع اگر چک کنیم چی میشه؟ خواست توضیح اگر چه کنیم به شک میشه ما شما باید نوشته کنیم شاگرده عزیز این یکی بر دو را ما تقسیم کنیم بالای یک بر سه و یکی بر دو را باز تقسیم کنیم بالای دوی بر پنج و جوابای از این را با هم چی کنیم جمع بسازم آیا ببینیم صحیح میشه یا نمیشه خب پس میری تقسیم میکنیم یکی بر دو تقسیم بر یک بر سه پس تقسیم خوب میفهمیم گفتیم باید تبدیل با؟ ضرب بسازیم آفرین پس یک بر دو خودش پس این مساوی است یک بر دو بدون تغییر تقسیم تبدیل به ضرب عدد دوم سرچپه یک بر سه سر. سرچپه چی میشه میشه سه بر یک است؟ خب ای از این جمع و این هم به میتونیم چی کنیم این تبدیل به ضرب بسازیم یک بر دو خودش تقسیم تبدیل به ضرب عدد دوی بر پنج معکوس چی میشه یا سرچپه چی پنج بر دو است؟ خب حالی میریم چی ضرب انجام میدیم ضرب خب میفهمیم صورت ضرب در صورت مخرج در مخرج یک ضرب در سه پس این مساوی است داخل قوس یک ضرب در سه ما شما میشه سه دوی ضرب در یک میشه دو صحیح است و در اینجا یک ضرب در پنج میشه پنج دوی ضرب در دو میشه چهار صحیح پس یک پنج پنج دو دو چهار خب حالی چی میکنیم یارا بین چی است بینش جمع است حالا چی میکنیم جمع باید بسازیم خود در جمع گفتیم باید مخرج های ما و شما چی باشد مساوی باشد خب مخرج مساوی نیست مخرج ها رو مساوی میسازیم به چه شکل گفتیم خب اینه ای آسان است این سوال ما دو رگ ضرب در دو بسازیم اما چهار میشه صحیح است در سوال قبل اگر ببینین با اونان مثالی سه و 5 ما و شما چون سر به پنج تبدیل کرده نمیتونستیم بگیم زرب در چند شوه شوه پنج میگفتیم نمیفهمیم پس چی میکردیم؟ مخرج زیر دهی زرب میکردیم مخرج زیر دهی میکردیم که مخرج ها مساوی شوه اما در اینجا آسان است تو شما این دو زرب در دو بسازی چار میشه همون مخرج میشه سیست پس فقط امیر ضرب میکنیم. این در دو در دو. پس میشه؟ پس مساوی ما نوشتن میکنیم سه دو شش. دو دو چار. جمع در اونجا هم. چند میشه پنج بر چار خودش حال مخرج های ما و شما چار است یک در چار ها رو نوشته میکنیم است؟ شش مثبت با پنج مثبت میشه یازده مثبت پس شد یازده بر چار جواب ما در اینجا شند شد یازده بر چار در اونجا شد پانزه بر بیست دو جواب نخیر. مساوی است میگیم نه خیر مساوی نیست جواب شد 15 بر بیست دو. و از خاصه کار کردیم شد یازده بر چار پس یه است؟ معنایش است که خاصیت تقسیم بالای جمع برقرار نمی باشد آفرین بس دقت کنید چه عزیز بسیار نکته مهم است پس ما و شما اگر چنین نفاده داشته باشیم در دا ما بگیر جوابش بکش تو باید اول داخل قوس انجام بتی یعنی از حالت عادی کار کنی از خاطر توضیح کار کرده نمیتانی ها چون فرق میکنه جواب جواب صحیح نیست پانزای بر جواب صحیح است یا 11 بر 4 غلط است فکرتان باشد صحیح است پس اگر در اینجا ضرب بود فرق نمیکرد اگر مستقیم هم کار کنی یا خاصیت توزیع ضرب بالای جمع هم چک کنی جوابش یکی میشه فرقی نمیکنه در هر کدام کار کنی اما اگر تقسیم باشد یعنی ما و شما جواب سیر باید از این بگیریم رای اول درست است رای دوم غلط است چون با همدیگه دیگه مساوی نیسته پس خاصیت توزیعی، پس میگیم که خاصیت توزیعی تقسیم بالای جمع برقرار نیست سیست خاصیت توضیح زر بالای جمع برقرار است اما تقسیم بالای جمع برقرار نیست درست است؟ پس واو چه رقم شد دیگه نه؟ خاصیت توزیع در اعداد نسبتی را ما و شما چک کردیم دیدیم که خاصیت توزیع ضرب بالای جمع برقرار است اما خاصیت توزیع تقسیم بالای جمع برقرار نیست یعنی اگر ما و شما اگه فایده داشته باشیم تقسیم باشد بالای دو عدد ما باید اول دو عدد جمع بسازیم و بعد چه عدد اول تقسیم بر جواب از دو بکنیم یعنی از خاصیت توزیع نباید تقسیم استفاده کنیم چون جواب ما و شما غلط میشه اما در ضرب مشکل نداره از خاصیت توزیع هم میتونیم استفاده کنیم مستقیما میتونیم استفاده استفاده کنیم جوابش یکی میشه درست است پس درس ما و شما خلاص میشه پس من ما تیک مارک میکنم شاگردای عزیز خب اما بحث مهم کار خانگی کار خانگی تمرین های صفحه 110 کتاب باید حل کنید به ما روان کنید از طریق واتس نمبرش هم که خودتان میفهمین 20964 780 255 40 13 درست است شاگردای عزیز و گرامی پایان درس چهارم از فصل چهارم بخیر درس بعدی درس پنج ما شما میخوانیم و یک نکته بسیار مهم شاگرد عزیز درس بعد فصل چهار ما شما خلاص میشه در درس بعدی ما شما درست است شاگردای عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر باشین شما رو به الله پاک و مهربان میسپارم